چهل و دو حرف سکسی که در حین سکس باید گفت امروز به بررسی چهل و دو حرف جذاب در حین رابطه جنسی میپردازم که میتونه میل شما رو شعله بکنه و صمیمیت ایجاد بکنه و عشق ورزی شما رو به ارتفاعات جدیدی هم برسونه دوستان یک جمله دو کلمه ای رو که همه عاشق شنیدن اون هستن رو در این ویدیو نگفتم از شما میخوام ویدیو رو تا آخر ببینید و در انتها برامون بنویسید که چه جمله ای هست که همه دیوونه شنیدن اون هستن و من نگفتم حالا آیا آماده هستید که زندگی جنسی خودتون رو به سطح کاملا جدیدی ببرید بی بیایید وارد اون بشیم سلام مریم هستم کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه در آنتاریو کانادا من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید ممنونم از پیام زیباتون لطفا سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای من با خبر بشید عزیزای من لایک و پیام هم برام بذارید همه رو دوست دارم جذابی عزیزم این یکی از چیزهای سکسی هست که در حین رابطه جنسی باید گفت تاکید جذابیت کلی شریک زندگیتون عزت نفس اون رو افسایش میده و او رو به ارتفاعات لذت میبره من تو رو میخوام این سه کلمه میتونه در چند ثانیه دیوونگی رو از صفر به صد برسونه عزیزای من یادتون نره از این جمله استفاده بکنید تو خیلی سکسی هستی این یکی از چیزهای سکسی هستش که در حین رابطه جنسی باید گفت از ظاهر فیزیکی همسرتون تعریف بکنید چون این کار باعث تقویت روحیه او میشه تو فانتزی من هستی این یکی از چیزهای اشوگرانه هستش که در حین رابطه جنسی باید گفت چون به شریک زندگی شما اجازه میده بدونه که اونها تجسم تخیلات شما هستند من عاشق روشی هستم که شما من رو لمس میکنید به همسرتون بگید که لمس او چقدر شما رو روشن میکنه و دستها لبها یا بدن او چه احساسی نسبت به شما میده این میتونه یکی از چیزهای جذابی باشه که در حین رابطه جنسی میتونید استفاده بکنید و تاثیر قابل توجهش رو خواهید دید رو دیوانه میکنی اجازه بدید همسرتون از تأثیری که روی شما میذاره مطلع بشه این باعث میشه که اونها حتی بیشتر فشار بیارن تا شما رو در رفت خواب راضی کنن خیلی مزه داری از این در طول رابطه جنسی دهانی استفاده بکنید تا لذت خودتون رو از بدن اونها برجسته بکنید این یک حس صمیمیت فوری ایجاد میکنه بوی اونها رو تعریف کنید به همسرتون بگید که چقدر از عطر طبیعی اونها لذت میبرید این کار حواس اونها رو به شما جذب میکنه پیوندی منحصر به فرد رو ایجاد میکنه و تمایل اونها رو به کاری که انجام میدید بیشتر میکنه با لذت ناله کن یکی از بدترین قاتلان خلق و خو سکوت شدید هستش اگرچه این نشونه ارگاس نیستش اما ناله و افسایش تجربه برای شما و برانگیختن شریک زندگیتون برای ارتباط جنسی شما لازم هستش من از تو سیر نمیشم از این برای بیان تمایل سیری ناپذیر خودتون به شریک زندگی خودتون و تقویت احترام او در طول رابطه جنسی استفاده بکنید مطمئن هستم که تا اینجا یه ویدیو رو با من همراه بودید اگر این ویدیو رو دوست دارید لطفا ساب و لایک و زنگوله رو بزنید تا من متوجه علاقتون به ویدیوها بشم همینطور ممنون میشم یک پیام قشنگ هم برام بذارید تا یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری معرفی بکنه بریم برای ادامه ویدیو من حواس تو رو دارم این عبارت به شریک زندگی شما کمک میکنه تا بدونه که شما مشتاق اون هستید از اون برای بیان عمق علاقتون استفاده بکنید نام اونها رو زمزمه بکنید تقریبا هیچ چیز به اندازه شنیدن صدای ناله همسرتون در میان شور و شوق و هیجان اشتیاق آور نیستش این رو امتحانش بکنید به عنوان یکی از چیزهای سکسی که دفعه بعد که اقدامی میخواهید انجام بدید در حین رابطه جنسی نام اون رو زمزمه بکنید و ببینید چه اتفاقی میفته احساس دیوانه کننده ای رو دارید اگر چه کوتاه هست اما این تعریف به همسرتون اطمینان میده و به شما اجازه میده تا بدونه که کاری رو که درست است انجام بدید این رو بگید تماشا کنید که اونها تلاش خودشون رو برای رسیدن به ارگاسم شگفت انگیز تشدید میکنند من عاشق نگاه تو هستم تحقیقات نشون میده که تماس چشم به چشم در طول رابطه جنسی باعث بهبود صمیمیت و علاقه بین شما میشه صحبت های کثیف رو تشویق کنید اجازه بدید همسرتون بدونه که زبان سکسی و سریح او برای شما شیرین هست و لذت میبرید و نذارید متوقف بشه تو خیلی ماهری با تعریف و تمجید از توانایی جنسی شریک زندگی خودتون اعتماد به نفس اون رو تقویت بکنید وقتی کاری رو درست انجام میدن تشویقشون کنید تو یک عاشق باور نکردنی هستی مهارت های همسرتون رو در اتاق خواب به رسمیت بشناسید این باعث میشه اونها احساس ارزشمندی بکنن من نمیتونم صبر کنم تا تو رو احساس کنم اشتیاق خودتون رو برای تجربه ارتباط جنسی و فیزیکی و عاطفی با اونها ابراز بکنید اگر در زمان مناسب از این جمله استفاده بشه میتونه برای شما یک موقعیت عالی رو به وجود بیاره متشکرم اگرچه این کلمه عجیب هستش اما میتونه شعله های شور و شوق شما رو افروخته بکنه از این برای نشون دادن قدردانی از تلاش هایی که برای زنده نگه داشتن اشتیاق در رابطه شما وجود داره استفاده بکنید من الان به تو نیاز دارم از این استفاده بکنید تا به شریکتون بفهمونید که اکنون چقدر به اون میل دارید اگر میخواهید اشتیاق رو چند درجه بالا ببرید این یکی از چیزهایی هستش که باید در طول رابطه جنسی حتما به کار ببرید به آرامی فرمان بدید به عهده گرفتن مسئولیت در رخت خواب میتونه سطح جدیدی از اشتیاق رو که هرگز نمیدونستید براتون به وجود بیاره باز کنید این قضیه رو از زبانی مطمئن و قاطعانه برای راهنمایی همسرتون در طول رابطه جنسی استفاده بکنید من میخوام به شما احساس خوبی بدم بذارید شریکتون بدونه که لذت اون به اندازه لذت شما براش مهم هستش قرار نیست رابطه جنسی برای اونها طاقت فرسا باشه تخیلات خودتون رو بیان بکنید عمیق ترین خواسته ها و خیالات خودتون رو با شریک زندگی خودتون در میون بذارید سپس از او دعوت بکنید تا در کاوش در عرصه های جدید به شما بپیوندن احساس احساسات رو شهر بدید با توصیف اینکه لمس بوسه یا نوازش اونها چه احساسی در شما ایجاد میکنه با کلمات خودتون تصویری از احساسات رو ترسیم بکنید با شیطنت معاشقه کنید درگیر شوخی های شوخ طبعی بشید تا تنش جنسی رو بالا ببرید و فضا رو سبک نگه دارید از این برای تنظیم لحن رابطه جنسی شگفت انگیز میتونید استفاده بکنید از زحمات اونها قدردانی بکنید تلاش های شریکتون رو برای راضی کردنش انجام بدید تکنیک هایی رو به کار ببرید تا شریک زندگیتون متوجه قدردانی شما بشه اون چرا که میخواهید بگید ابراز اطمینان نیازهای خودتون منجر به تجربه جنسی رضایت بخشتری بین شما میشه پس حتما اونچه رو که میخواهید مطرح بکنید لمس اونها رو راهنمایی بکنید دست رو ملایمی بدید تا دستها پاهای همسرتون رو به سمت های هدایت بکنید که شما رو واقعا دیوانه میکنه تو به من احساس باور نکردنی میدی بیان بکنید که چگونه لمس و حضور شریک زندگیتون باعث میشه احساس گزگز در بدنتون به وجود بیادش من نمیتونم در برابر تو مقاومت بکنم اجازه بدید شریک زندگیتون متوجه بشه که به خاطر جذابیتی که داره شما نمیتونید صبر بکنید در نقش آفرینی افراد بکنید نقش ها و سناریوهای مختلف رو با شریک زندگیتون کاوش بکنید و به شما این امکان رو میده که به سطوح جدیدی از هیجان و لذت برسید برخی از بازی های نقش آفرینی رو میتونید اجرا بکنید و حتی کلمات زیبا هم به کار ببرید خاطرات رو به اشتراک بذارید برخوردهای جنسی گذشته و به خصوص لحظات شاد رو که با هم داشتید به اشتراک بذارید این کار شریک زندگی شما و خودتون رو ذهنتون رو تازه میکنه و اشتیاق بیشتری به ارتباطتون میده من خیلی خوش شانس هستم که تو رو دارم قدردانی خودتون رو برای حضور او در زندگیتون ابراز بکنید از این برای تایید و ارتباط بین سمی اهمیت عاطفی جنسی خودتون استفاده بکنید با هم فانتزی ها رو کاوش بکنید در مورد فانتزی های مشترک بین خودتون بررسی بکنید و صحبت بکنید این به شما کمک میکنه محیطی از اعتماد و ماجراجویی رو در بینتون به وجود بیاره بدن اونها رو ستایش بکنید ویژگی های فیزیکی همسرتون رو تعریف بکنید زیبایی منحصر به فرد اون و تیپ بدنی اون رو تحسین بکنید به اونها اعتماد زیادی رو بدید اعتماد به نفس بدید. شما باعث میشید که من احساس خاصی کنم. اجازه بدید شریکتون بدونه که باعث میشه احساس کنید که از نظر عاطفی و جنسی برای شما ارزشمند هستن و شور و شوق بیشتری به شما میدن یک فضای سکسی ایجاد بکنید محیط نور رایحه یا موسیقی رو با هم بنشینید صحبت بکنید و توصیف بکنید و یک تجربه حسی خوبی رو برای خودتون به وجود بیارید این اطلاعات رو قبل از اینکه ارتباط جنسی میخواهید برقرار بکنید با شریک زندگیتون صحبت بکنید اونها رو هدایتشون کنید آیا نمیدونید در طول رابطه جنسی به شریک زندگی خودتون چی بگید یا سرعت و شدتی که دارن به چه صورت هست که باعث هیجان شما بشه ارتباط برقرار بکنید به این ترتیب به شریک زندگی خودتون کمک میکنید تا به طور مؤثرتری از شما لذت ببرن و لذت هم بدن تو در روشن کردن من خیلی خوب هستی قدردانی از شریک زندگیتون و توانایی او بالا بردن توانایی او خیلی مهم هست باعث میشه که روحیش تقویت بشه و رابطه جنسی بهتری رو هم داشته باشید چیزهای شیرین رو زمزمه بکنید به آرامی کلمات محبت آمیز رو به اشتراک بذارید که ارتباط عاطفی رو در طول رابطه جنسیتون تقویت میکنه دعوت به اکتشاف شریک زندگی خودتون رو تشویق بکنید تا مناطق اروژن در بدن شما رو کشف بکنن یا تکنیک های جدیدی رو امتحان بکنن من خیلی خوششانس هستم که با شما هستم اجازه بدید شریک زندگیتون بدونه که از فرصتی برای اشتراک گذاشتن چنین لحظات صمیمی با اون سپاسگزار هستید این یک راه مطمئن برای تقویت رابطه شماست وقتی صحبت از صمیمیت به میون میاد ارتباط نقش حیاتی در ارتباط بین شما با شریک زندگیتون داره بیان صادقانه تخیلات خودتون و قدردانی از اونها باعث میشه که شور و شوق و هیجان رو در شما به وجود بیاره و اون رو بین شما و شریک زندگیتون بالا ببره امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اطلاعات ارزشمندی از اون به دست آورده باشید اگر این کار رو کردید لطفا سابسکرایب زنگوله و لایک رو حتما بزنید و دوستان یک جمله ای رو من ابتدا گفتم یک جمله که دو کلمه درش هست و همه عاشق شنیدن اون هستن رو در ویدیو نگفتم از شما میخوام برام بنویسید که چه جمله ای هست که همه رو دیوانه میکنه و من نگفتم من عاشق خوندن نظرات شما هستم و همیشه شخصا خودم به پیام های شما پاسخ میدم خیلی ممنونم که تا آخر راه رو تماشا کردید برای شما آرزوی ارگاسم های حیرت انگیز زیادی رو دارم من مشتاقانه منتظر دیدار شما در ویدیوهای آینده برای ویدیوی خوشمزه و شاداب و آبدار هستم